سلام مجدد خدمت همه دوستانی که تازه به برنامه خودشان پیوستند. آرزو دارم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید و یک سلام ویژه و خاص خدمت همه نیروهای امنیتی ما که در سنگرهای داغ از حمایت از افغانستان و از هموطنانشان قرار دارند. و الان مهمان خیلی خوب در بخش دوم برنامه داریم، آقای سلیمان کاکر را در برنامه داریم، بر روی حمایت از نیروهای امنیتی امروزشان صحبت می‌داشته باشیم. سلام به شما آقای کاکر، خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین. سلام وقت بخیر دارم برای شما و تمام بینندگان عزیز. موضوع خیلی مهم را امروز صحبت می داشته باشیم آقای سلیمان، که حمایت از نیروهای امنیتی ما هستند. اونا جانشان را به خطر انداختند تا از افغانستان و از هموطنانشان حمایت کنند. میشه شما از برنامه هایتان برای ما بگین که چقدر از نیروهای امنیتی ما را شما همچنان تشویق کردین و حمایت کردین؟ دو از دوباره از روحی آنها برای ما بگین که چقدر بالایشان تأثیر داشت تا آنها خوبتر و خیال راحتتر برزمند؟ خوب، در نخست میخوام یادآور شم قسمی که ما شاید ازی هستیم که تمامی از ارگان های دولتی ما، چی از امنیت ملی است تا اردوی ملی است یا هم پلیس ملی است، تمامشان فقط به خاطر از اینکه ما یعنی زیر یک سقف آرام زندگی بکنیم و در کشور ما در کل تمامی از ولایت یک امنیت بهتر باشه، ما بتونیم برای زندگی خود ما شکل درستی شده ما بتیم و یعنی توسعه اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، تحصیلی، این مسائل اونا تمامش به خاطر نیمی هدف آمدن امروزه چی در خیابان ها هستن، خطای نخست نبرد هستن، در این مسائل تمامشان فعال هستن به خاطر از اینکه ما داشته باشیم یک افغانستان مملو از خوشی و آرامش. و قسمی که ما میبینیم همیشه نیروهای امنیتی ما، خصوصا پلیس ملی، یگانه شعار دارن که پلیس در خدمت مردم. پس بر این اساس باید تمام شهروندان، تمامی از افرادی که از چی از آدرس های مختلف هستن و چی شهروند هستن، یک حتی یک شهروند عادی کشور هم باشه، اونا باید همراه پلیس در هر عرصه هم کار باشن، چی از طریق اطلاع رسانی، چی از طریق هماهنگی است و ایجاد زی باشه که اونا چطور بتانند امو نقاط امو ساعتی که دشمن حضور داره چه اینا همونجا یعنی دسترسی داشته باشن و ارتباطات نزدیک با مسئولین اون منطقه داشته باشن و وکلا هستن و همی اشخاص افرادی که مسئول یک نوعی هم یک حوزه هستن و در کل یعنی یک بخش حمایتی داشته باشن و بتانند حداقل همی گراف جرم جنایی تمام مشاهده هستیم که در سال اخیر خصوصا در ولایت کابل چه اندازه اینا افزایش یافتن. درست است، ما بتانیم بر اساس این که اینا بر مقابل ما چقدر خدمت میکنن، چقدر وقت ما فعال هستن، ما بهم حداقل اگر ما از یک آدرس شخصی یا هم نهادهایی که هستن، سازمانهایی که هستن، سکتورهای خصوصی که هستن، اگر از آدرس این آدرس ها نمیتونن برای هم کار باشه، حداقل اگر یک شهروند هادی هم باشن هم روی هم کار شون میتونه که یک شهروندی ما قهرمانای ما وقتی که جانانشون را به خطر انداختن و دفاع از کشورشان میکنن و حمایت از هموطنانشان میکنن، بدون شک که ما هم در مقابلشان مسئولیت داریم تا اونا را تشویق کنیم و گفته شما همکاری خوب با ایشون داشته باشیم، چون همه ما برای یک افغانستان کار میکنیم و برای صلح و آرامشش بیشتر فکر میکنیم. شما میشه از برنامه هایتون برای ما یادآور شدین که چقدر وقت میشه شما فعالیت دارین و تا به حال چند برنامه را برگزار کردین؟ کیها بیشتر اشتراک داشتن در برنامه هایتون؟ خوب، در کل میشه یادآور شم البته نهاد کاکر مدت دو سال میشه که در جامعه مدنی فعالیت داره، نه تنها در ولایت کابل، البته بگیم میشه در خود ولایت کابل، ولایت کنر، جلال آباد، لغمان و همچنان قندار فعالیت های داشته، بر علاوه از این که در بخش رشد اقتصادی، ظرف سازی جوانان، پیشرفت تحصیلات، این مسائل ما فعالیت داشتیم. یعنی توجه و فوکس بیشتر ما بالای تقویت نیروهای نظامی بوده و تا ما بتانیم البته رهبری نهاد کاکره برای یک نهاد معتبر و مستقل تبدیل بکنیم که تمامی دوره های فراغت است و این مسائل دوره حمایتی است و حتی سروی که در هر یک نهادهای امنیتی ما به چه اندازه بر اینا مواد خوراکی توزیع میشه و به چه اندازه بر اینا رسیدگی صورت میگیره، مشکلات اینا چی است، ما بتانیم در این ظرف دو سال که سپری نبود یعنی فوکس بیشتر ما بالای این مسائل بوده. یعنی برنامه های بزرگی که داشتیم در رابطه با دو مسائل میشه برش بگیم، جشنواره پلیس لغمان دومین برنامه بود، البته از در راستای حمایت از امنیت بهتر و ثبات در کشور ما یعنی شاید از هستیم که در سال اخیر جرایم جنایی به حد در کابل بالا رفته بود، ما بر این اساس تقریبا 3 ماه قبل از امروز داخل قمدن امنی کابل با حضور فعالین جامعه مدنی، فعالین رسانه‌ای، فعالین ورزشکاران، هیئت رهبری وزارت امور داخله برنامه داشتیم که چگونه بتوانیم ارتباطات میان پلیس و میان مردم شهروندان اینی مسائل نزدیک تر بسازیم. البته در مثبت امنیت جشنواره که زیر نام مثبت امنیت بود تمامی خواسته که مردم از پلیس داشتن، حتی میشه فرض کنیم شکایاتی که مردم از پلیس داشتن، ما با طور مستقیم مناسب یک مذاکرات حرف مردم را برای پلیس رساندیم و اینکه پلیس چی میخواد از مردم که با اینا هم کار باشن. این یک زمینه را مساحت ساختیم تا اینا بیان
داخل یک زیر یک سقف فراموش با هم بشینن و گپ بزنن و حمایت داشته باشن از پلیس تا بتانن در حداقل گراف جرم جنیر در کابل کسب بتانن. و به این ترتیب ما شاهدی هستیم که در 6-7 ماه اخیر در ولایت لغمان بچی تعداد ناامنی ها یعنی بیشتر شده، افزایش یافت، خصوصا در میشه بگم در ولسوالی های علیشنگ لینگار که واقعا دشمن تاکید می فوکس بیشترشون به حمله به دو ولسوالی بود و تانستن تا یک جای من بعضی از منطقه های همین دو ولسوالی علیشنگ لینگار را تحت تصرف خود قرار بدن. و در اخیر هم که رهبری پلیس لغمان چقدر فعالیت نشان داد و یعنی عملیات های را انجام دادن و تا تانستن ولسوالی علیشنگ لینگار را دوباره به یک نوی از دست دشمن خلاص بکنن و زیر یک سقف آرامش بیارن. برای می اساس ما تقریبا دو روز گذشت از امروز جشن ریزی نام پلیس لغمان در قماندانی لغمان برگزار کردیم و حداقل به خاطر از اینکه در ماهای اخیر چقدر فعالیت بودن برای پسگیری دو ولسوالی مهم ولایت لغمان، برای نیمی اساس 120 تن از سربازان ولایت لغمان تقدیر تشویق شدن و در اخیرم از شورای ولایتی ولایت لغمان، از شورای علما، ریاست امنیت ملی و همچنان قطعات خاص پلیس ملی یا حتی یک شهروند عادیش ولایت لغمان ما در بینمی اجماع یک نشست و مذاکرات داشتیم که تا بتانیم ارتباطات هم آهنگی بیشتر میان همیسی هرگان همیت و هردو پلیس ایجاد بکنیم تا بتانن برای عملیاتی هرچی بیشترشان با هم آهنگ باشن تا بتانن به شکل درستیش عملیاتیشان ادامه بتانن. و همچنان چی خواسته شورای ولایتی لغمان از پلیس داشت و شورای علما داشت، شهروندان داشت، اینا تمامش در درجه شدن و برای پلیس لغمان پیشنهاد شدن تا بتانن روی از این مسائل کارکرد صورت بگیره، برای نتیجه بخش باشه که بتانن اگر امنیت بهتر به ولایت لغمان بیاره. آقای کاکر، شما گفتین که 120 تن از سربازان ما در این برنامه اشتراک داشتن، میشن از اشتراک هموطنان ما برای ما بگوین و یادآور شوین که چقدر از هموطنان ما در این برنامه اشتراک داشتن و حمایتشون از نیروهای امنیتیشون اعلان کرده؟ خوب، بر علاوه از اینکه تعداد زیادی از خود مسئولین امنیتی ما حضور داشتن، ما از شورای ولایتی ولایت لغمان، از شورای لمام، از میدو آدرس به شکل نماینده ده نفر از امید دو آدرس داشتیم. و ما میشه برتان بگیم که به شکل زیک موچتو بتانیم یک شهروند دیر تو دارم چه یک مذاکره دارم چه یک برنامه بدون شک که داخل این موضوع هستن. بله. میتونن همکاری خوب داشته باشن. ما به همکاری شورای علما و شورای ولایتی حتی از خیابان ها اشخاص افرادی که یا تا برش میگم بگیم که مصرف کار خیابانی بودن در جاده های لغمان بودن، اونا رو ما جمع آوری کردیم. در حدود 20 تن از افراد عادی ولایت لغمان ما در مذاکرات داشتیم و از کابل هم، از ولایت کابل هم در حدود 20 تا 30 تن نظمی اشخاص افرادی که امروز ما میبینیم فعال هستن، از چی فعالین مدنی هستن، ورزشی هستن. این مسائل ما از ولایت کابل، از خود ولایت لغمان داشتیم شهروندان را که اینا حداقل مو حداقل کدام طرح، کدام برنامه، کدام مفکوری کوچک هم که نزد اینا بوده، اونا تانستن برای رهبری پلیس لغمان پیشنهاد بکنن. و دقیقا این قهرمانی بودن که در خطهای اول جنگ میرزمند و شما حمایتشان کردیم؟ خوب، ما در کل از این سه ارگان که نام گرفتم قطعات خاص بودن، امنیت ملی و خود پلیس رهبری. ما از عرصه امین نهاد نظامی اشخاص افراد را با خود داشتیم که در عملیات آخر اینا حضور داشتن و اشخاص افراد بودن که شبانه روز به خاطر آرامش ما اینا در خیابان ها فعالیت داشتن. قهرمانان واقعی کشور ما هستند. دقیقا، ما نظمی ادرس ها اشخاص افراد را داشتیم که در خیابان ها، در کوه ها، در این مسائل البته در خود ولایت لغمان اینا فعال بودن و در دو ماه الی سه ماه اخیر اینا چقدر فعالیت نشان داده. البته ما امی که واقعا سخت است در تعداد در میان زیادی از افسران و سربازان ما بتانیم کدام یکی اینا رو انتخاب بکنیم و بیایم اینا رو تقدیر بکنیم. البته با همکاری رهبری پلیس لغمان اینا سروی شدن، بیوگرافی اینا سروی شدن، یک بازدید شد کدام اینا بسیار فعال هستن و فعالیت کردن، افتخار نفری کردن و نماش خاص آمدن و از آدرس نهاد مدنی کاکر اینا تقدیر تشویق شدن. آقای کاکر، شما پیشتر یادآور شدین در پاسخ از سوالات ما که شما هم سروی از نیروهای امنیتی داشتین، برای ما از امکاناتشان بگوین که اینا چقدر امکانات داشتن و چقدر دولت به اینا توجه کرده بود. خب، در کل میشه برشان بگویم که رهبری پلیس لغمان، یعنی شخصی که فعلا مسئولیت رهبری پلیس لغمان را بر عهده داره، میشه باش بگیم دو ماه سه ماه قبل از امروز مسئولیت تحقیقات جنایی کابل را بر عهده داشتن که واقعا در مسائل جرایم جنایی کابل هم فعالیت ها کار کرده بیشتر کردن امروزه که در مسئول امنیتی ولایت لغمان هستن. اونجا هم به همین قسم که در کابل فعال بودن اونجا هم فعالیت دارن، یعنی اگر اونا مسئول هستن، یک رهبر هستن، یک بزرگ هستن در کل پلیس لغمان، هر فرد و هر جوان از این کشور که امروزه
از آدرس پلیس لغمان نمایندگی میکنن، از آدرس پلیس لغمان فعال هستن و کار میکنن. این می رهبران ما که در ولایت لغمان هستن، اونا را مانند یک اولاد خودشان، مانند یک برادرشان، مانند یک یعنی در جنبه حضور دارن، اینا امکانات دارن در دست هست؟ بله دقیقا، قسمی که ما سروی داشتیم البته در ولایت لغمان، چی که اشخاص افرادی که در داخل خود قماندانی امنیه بودن، چی اشخاص افرادی که در خیابان ها بودن یا هم در خطای نخست نبرد بودن، تمام امکانات چی از نظر خوراک است و دیگر مسائل است و وسایل است و وسایل جنگی است، این مسائل تمام را برای آماده هستند، اونا میتونن به شکل درستی به اونم اهداف عملیات دارن، یعنی هدایت بدن. ان شاء الله که موفق باشند. و آقای پاکر بگوین که وقتی اینا رو شما حمایت کردین و مردم لغمان اینا رو حمایت کردن و تشویق کردن، از روحی پلیس ها و قهرمان های ما بر ما بگوین که چقدر اینا روحیه گرفتن تا خوبتر برزن. خوب قسمی که ما حداقل امروزه البته در همو سطح نیستیم یا همو ظرفیت در وجود خود نمیبینیم که مانند یک سرباز بریم در خیابان استاد شویم در خطای نخست نبرد به جنگی مدقل از رای مدنیت میشه برش بگیم منعیس یک شهروند وطن همین قسم حمایت ها یا همین قسم ترهیزی برنامه که از دست ما میای از توان ماست یا میتونه یک انرژی بخش مثبت بر اینا باشه که اونا هم خوشبین به این باشن که اگر اونا همچون فعالیت ها دارن مختار ما جانشان را در خطر میندازن، یعنی شهروندانشان هم هستن در پلو اینا استاد هستن و قدرشان میفهمن از اینا حمایت میکنن. و در کل یک فضای خوشایند برای این بود که از آدرس های مختلف، از نهادهای مختلف تمامی اونجا حضور داشتن با یک لبخند، با یک خوشی، با یک امیدواری که همه یک دست هستیم بتانیم اگر امنیت بهتر بالای لغمان بریم برنامه برگزار شد. یکانه هدف بزرگ مایی بوده که امروز ما شاهدی ازی هستیم که در نه تنها در ولایت لغمان بلکه در ولایت کابل تمامی ولایت یعنی شکایت ازی است که نهادهای امنیتی ما با هم هماهنگ نیستن و یعنی رقابت مثلا رقابت ناسالم داره این مسائل و یعنی تاکید بیشتر، سخنرانی های بیشتر، پیشنهادات بیشتر، طرحهای بیشتر در جشن پلیس لغمان می بوده که این سه داشتن در برنامه وقت اشتراک کرده باشن از دولت هم خواسته داشتن این قهرمان های ما. خب یعنی در کل یگانه خواسته که از البته مستقیما سربازان ما از رهبری پلیسشان یا از وزارت داخله نداشتن، البته دیگر اشخاص افرادی که فعالین و مدنی بودن یعنی حتی برش بگم یک شهروند بودن را درج پیشنهاداتشان همی بوده که بتانه امروز اگر سربازان ما که در خطای نخست نبرد می جنگن و اینا فعالیت هستن، یعنی یگانه پیشنهادی بوده که معاشات اینا به حد اکثر را بتانه بالا بره و این پیشنهاد شده بوده برای پلیس لغمان که انشاءالله اونو تمامش واده دادن تا دو ماه لا سه ماه بعدی بر این رسیدگی صورت می گیره. و در بخش دیگه این بوده که این می اشخاص افراد که ما از خیابان ها جمع کرده بودن، شهروندان عادی کشور ما بودن، یعنی میشه برش بگویم به سطح فقر اینا بسیار زیاد مواجه بودن، اینا هم تمامشان برای پلیس لغمان پیشنهاد شده که از هر فامیلی که در ولایت لغمان هستن و اینا فعالیت دارن برای اینا چی فرزندانشان از برادرانشان است، اینا را هم بیارن در صفوف امنیتی ولایت لغمان در پلیس لغمان شامل شون و بتونن اینا یک وظیفه به دست بیارن، نظر خدمت شون، یک نفقه به دست بیارن تا زندگیشان ادامه بتن و نرن بسر از اینکه اینا وظیفه درست ندارن با مخالفین دولت نپیوندن و یعنی شامل جرمای جنایی نشن. این تمامش پلیس لغمان در این راستا وعده سپردن که یعنی کارا را بر عملی صورت میگیرن و تا یک ماده مایه بده. بسیار خوب. آقای پاکر میشه بر ما بگوین که این برنامه ها را میتونین چقدر در ولایت دوردست افغانستان مثلا ولایت ناامن شما برگزار کنین و چون این حمایت داشته باشین از سربازای ما؟ خوب این همیشه که خواست ما بوده، درج پلان های ما بوده که ما بتانیم همچه برنامه را که در کابل برگزار کردیم و هم در ولایت لغمان برگزار کردیم این میره ببریم بر تمام ولایت 34 ولایت دیگه ما که است در هر یک ولایت ما را انجام بدیم. درست است، مگر میگانه هم مشکل ما که است، یعنی برای فعلا میشه بگیم ناامنی ها در بعضی از ولایت هستند، این مانع میشه که ما بتانیم فعالیت های خود بیشتر بسازیم، همچه برنامه حمایتی داشته باشیم و در پلی نیرو حملتی خود صدا باشه. مگر همین قسمی که در ولایت کابل رهبری پلیس هم برای ما همکاری کردن و در بخش تامین امنیت بود و این مسائل هم برای ما همکاری کردن، زمینه بر ما مسائل ساختن تا ما بیم همچه یک برنامه برگزار کنیم. با این قسم ولایت لغمان رهبری پلیس لغمان هم برای ما همکاری کردن. اگر تمامی از ولایت ما که هستن فرماندهی پلیسی همون ولایت ما همراه ما همکاری داشته باشن، البته ما هم یگان همکاری که از اونا میخوایم فقط در بخش تامین امنیت ما میباشه که ما چقدر مدت کم اونجا سپری میکنیم، یک هفته است یا دو هفته است و این مشکلاتی که فعالین مدنی از کابل اونجا حضور پیدا میکنن حداقل اینا بتونن مو
اشخاص افراد که آمدن و بر حمایت اونجا اشتراک کردن، اگر تامین امنیت این می قسم افراد اشخاص را اینا گرفته بتونن و فضا رو با ما ایجاد بسازن، ان شاء الله ما پلان ها برنامه ای رو داریم که این روند این برنامه رو بر تمام ولایت ببریم و برگزار کنیم. آقای کاکر، میشه نقش مردم بر ما بگوین که چقدر میتونن مثبت باشد بر روند از اینکه از نیروهای امنیتی و سربازهای قهرمانشان حمایت داشته باشن؟ خب یگانه نقطه اصلی و اساسی که در انرژی دادن برای یک سرباز در حمایت پلیس در کل تمامی نهادهای نظامی ما هستن، بازی میکنه اینمی شهروندان هستن و خوشبختانه بگویم در خود ولایت کابل در سال اخیر شهروندان در بخش کاهش جرایم جنایی میشه برش تاکید زیاد داشته باشن که اینا نقش بیشتر داشتن که در تمامی از نایه های کابل، حوزه های کابل هستن، در تمامی مساجد هستن، اینمی که برنامه ریزی شده که شهروندان و اشخاص افراد که امام صاحب هر مساجد ما هستن اینا هر روزانه جمع بعد از نماز جمع می باشن، اینا بین خود نشست داشته باشن و در رابطه با اینمی که پلیس چگونه بتونه همراه مردم مداخل چگونه بتونه همراه پلیس همکاری داشته باشن و اینمی اصلاح سازی را از خود شروع بکنن. اگر امروزه از یک فامیل میه یک فرزند اینا یک برادر اینا بر جرم جنایی دست میزنه و داخل خلار در جامعه به وجود میره، اگر اون فامیل خودش در امو اجماعی که در بین مساجد صورت میگیره به نزدیکترین حوزه پلیسی که هستن، اینا همی طرح اینی بی مشکلات خود را پیشنهاد بکنن و بین از خود اصلاح سازی را شروع بکنن، اولا مو فرزند یا هم برادر خود را برای پلیس تسلیم بکنن و حداقل بتونه یک اصلاح سازی خصوصا برای قشر جوان داشته باشه، این میتونه برای همکاری با پلیس بیشتر باشه، اصلاح سازی از خود باشه، اول از خود شروع بکنیم و بعد بریم بر مرزها و مخالفین بزرگتر تا برای کشورهای همسایه بپردازیم. و در قدم دوم یگانه همکاری که مردم میتونن امر پلیس داشته باشه، نیمی سیستم مخابراتی از شماره 100 است و 1001 است، این مسائل تمامش میتونه مردم با پلیس نزدیک بسازه. آها، شما وقتی کارکردهای را انجام دادین و این برنامه ها را برگزار کردین، میشه از نقش دولت برای ما بگوین که شما را چقدر حمایت کردند و از کارکردهایتان راضی بودند و شما را همچنان تشویق کردند؟ خب در کل همیشه مسئولین امنیتی ما هستن، اشخاص افرادی که در ارگان های امنیتی ملی، اردو ملی، پلیس ملی اینا مسئول امنیتی هستن، یگانه نیمی همکاری اینا همراه ما مهم می باشن که اون فضا رو بر ما ایجاد بکنن و اون فضایی که ما بتانیم برنامه رو برگزار بکنیم و یگانه همکاری اینا می تامین امنیته که در همچه یک فضایی که ما برنامه رو انجام بدیم بر ما مهمتر می باشم از همه چیز کرده. خب باز هم جا داره تشکری بکنیم از مسئولین امنیتی ما که در دو جشنواره اخیر که مثبت امنیت و پلیس لغمان بودن در رشته تامین امنیت هم برای همکاری های زیاد داشت. تشکر جهان سپاس. تشکر از مهمان خوب ما که در برنامه تشریف آوردن، تشکر از شما خوبان و همراهان که همه روزه بیننده برنامه خودتان امتداد روز ساعت 2 تا رأس ساعت 3 ما را همراهی میکنید. ان شاء الله که فردا هم منتظر ما باشید، در خدمت شما عزیزا قرار میگیریم. تا فردا همتون به خداوند یک تامانت میگذارم. وقتتان بخیر.